تشدید سانسور در دولت روحانی روز پنجشنبه نهم بهمن ماه علی متحری نماینده مجلس رژیم در کنگره حزب مردم سالاری طی سخنانی اعتراف نمود که آزادی بیان و مطبوعات در دولت روحانی کمتر از سابق شده است. و گفت در ایران هیچ منتقد و مخالفی تحمل نمی شود و ادهی صرفا به خاطر انتقاد بازداشت و زندانی می شود. البته در نظام جمهوری اسلامی سرکوب آزادی بیان و مطبوعات و دیگر آزادی های فردی و اجتماعی همیشه وجود داشته است. اما اینک کار به جایی رسیده است که حتی این نماینده اصولگرای مرتجع هم به موضوع خودسانسوری در مطبوعات و رسانه ها می پردازد و می گوید خودسانسوری در رسانه ها بیشتر شده و مطبوعات بیشتر از گذشته از توقیف و لغو امتیاز می ترسند. در رابطه با سانسور و سرکوب مطبوعات و آزادی بیان، روز چهارم بهمن نیز بیانیه‌ای با امضای 167 نفر از روزنامه نگاران ایرانی منتشر شد که در آن به تعطیلی زنجیره ای مطبوعات و به ویژه به روزنامه های مردم امروز و روزان در یک ماه گذشته اعتراض شده است. روزنامه نگاران تعطیلی روزنامه ها را غیرقانونی خوانده و اظهار نگرانی کردهاند. که حمله به مطبوعات از سوی رژیم ادامه خواهد یافت. در این بیانیه همچنین قید شده که این شیوه برخورد رژیم به مطبوعات امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه را به خطر انداخته است و حق اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات و اخبار را از مردم و جامعه سلب نموده است. روزنامه نگاران توقیف و تعطیلی روزنامه ها از سوی رژیم را محکوم کردهاند و مطبوعات خود را در پایان این بیانیه چنین میان نمودند. ما روزنامه نگاران توقیف رسانه ها را محکوم کرده و خواهان فضایی هستیم که رسانه ها در آن با اطمینان به کار خود ادامه دهند و شور و نشاد به تحریریه مطبوعات بازگردد. رسانه های کشور ما بتوانند کارکردهای حرفه‌ای خود را در انتقال خبرها و اطلاعات و افکار به جامعه تحقق بخشند. روزنامه مردم امروز روز شنبه 27 دی ماه با دستور بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف و امتیاز آن لغو شد. ظاهرا دلیل توقیف این روزنامه درج یک عکس از یک بازیگر سینمای آمریکایی در صفحه نخست آن بود که کاغذی در دست داشت و روی آن در اشاره به جنایت شارلی ابدو در پاریس نوشته شده بود من شارلی هستم البته قبل از توقیف روزنامه مردم امروز دوم دیماه نیز روزنامه روزان با دستور دادستانی تهران توقیف شده بود. و خبرنگار سیاسی این روزنامه نیز سوم دیماه بازداشت و زندانی شد. تنها جرم روزنامه روزان هم درج عکس منتظری و با عنوان فقیهی متفاوت در صفحه اولش بود. کارگزاران رژیم سرمایهداری اسلامی که اساس و پایه های تبلیغاتشان را بر فریب و تحمیق و سرکوب و افکار پوسیده قرنها پیش بنا نهاده هرگونه روشنگری و آگاهگری واقعی و علمی را در تناقض با این پایه های فکری و اعتقادیشان می دانند. آنان که می دانند در مقابل رشد آگاهی سیاسی و طبقاتی توده های مردم پای منطق و استدلالشان می لنگد، ابزاری غیر از سرکوب برای تداوم حاکمیت ظالمانه و غیر انسانی و استثمارگرانیشان در اختیار ندارند. اوضاع به شدت و خیم اقتصادی و استیصال رژیم در ایجاد کار برای مردم و تأمین معیشت آنان، معضلات اجتماعی همچون فقر و گرسنگی، اعتیاد و فحشا، بیسرپناهی و کارتون و غیره که در نتیجه حاکمیت اسلامی سرمایهداری دامنگیر مردم شده است، رژیم را به شدت از خیزش های نگران ساخته است. بیدلیل نیست که جمهوری اسلامی تلاش می نماید که اخبار و اطلاعات جعلی و نادرست به مردم ارائه دهد و از درج هر خبر، مطلب، تحلیل و حتی عکس و تصویر که ماهیت واقعی، دروغ پردازی و خرافه پراکنی رژیم را افشا نماید و اخبار و اطلاعات درست را در اختیار مردم قرار دهد واهمه دارد. روزنامه و مجلات و سایت ها و وبلاگ ها را توقیف می کند. روزنامه نگاران، نویسندگان و وبلاگ نویسان و روشنفکران و هنرمندان و دیگر اندیشان را به بحانه های واهی به زندان می اندازد. و به این ترتیب ایران را به یکی از پنج زندان بزرگ دنیا برای روزنامه نگاران و نویسندگان تبدیل کرده است. برای پیشبرد این سیاست علاوه بر گردش و افزایش بودجه و امکانات دستگاه های متعدد سرکوب مجلس ارتجاع نیز به سهم خود مرتبا با تصویب قوانین و تقدیم لایه ها بر علیه آزادی بیان و بر علیه مطبوعات و روزنامه در تلاش است تا مانع روشنگری در جامعه گردد. آخرین مورد آن طرحی دو فوریتی است که قرار است از جانب حمید رسایی یکی از مجلس نشینان ارتجاع برای ممنوع القلم کردن و ممنوع الفعالیت شدن روزنامه نگارانی که در رساله ها به مقدسات رژیم توهین می کنند در حال تهیه است. سابقه دشمنی جمهوری اسلامی با نویسندگان و مطبوعات به قدمت طول عمر جمهوری اسلامی است. از همان روز که خمینی فریاد قلم ها را بشکنید سرداد تا آن زمان که در سایه دولت های سازندگی و اصلاحات رفزنجانی و خاتمی به کشدار نویسندگان و قتل های ای که یکی از لکه های ننگین و پاک نشدنی بر جبین سران ضد قلم رژیم اسلامی است پرداختند. از کشتن نویسندگان برجسته ای چون سعیدی سیرجانی، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، احمد میرعلایی و ده ها نویسنده دیگر تا کشتن محسن امیر ستار بهشتی و سهیل عربی، کاربر فیسبوک که به جرم آزادی بیان به اعدام و زندان و شلاق و جریمه محکومش کردهاند اینها بخشی از کارنامه پر از جنایت این رژیم ضد آزادی است. سانسور در عرصه کارهای فرهنگی بخشی جدایی ناپذیر از سیستم‌های دیکتاتوری از جمله در کابینه امنیتی حسن روحانی است. با این وجود نویسندگان و روزنامه و روشنفکران علا رقم جنایات رژیم و علا قتل و کشدار و شکنجه و تهدید و زندان مرعوب و تسلیم فضای اختناق و سانسور نشده اند. و به قول یکی از آنان تیغ سانسور رژیم کند شده است و سانسور چاره ساز نیست. امروز وقتی کتابی سانسور می شود و اجازه نشر نمی یابد یا به صورت زیرزمینی و یا در فضای مجازی و به صورت کتاب الکترونیکی منتشر می شود آزادی بیان و چاپ و نشر در جامعه باید بدون قید و شرط انجام گیرد و هیچ دولت یا نیروی دیگری حق ندارد در مقابل آزادی مردم مانع ایجاد کند. اما تحقق این نوع از آزادی ها به تنهایی و بدون تحقق سایر آزادی های سیاسی و دموکراتیک در جامعه ممکن نیست. مبارزه برای تحقق هر گونه حقوق دموکراتیک و آزادی های سیاسی در شرایط کنونی به گسترش مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی گره خورده است. مبارزه ای که پیروزی آن در گروه حضور متشکل و سازمان یافته جنبش کارگری در صحنه سیاسی است.